من چرا نیام توی پابلیک قرار بدم؟ ببینید این وب پک دیگه، با وب پک در واقع دانلود شد، یا حالا بعداً آخر دوره که می‌خواستیم یه مدل دیگه بنویسیم با ویت میاد دانلود می‌کنه، خروجی رو با ویت می‌گیره، فرق نمی‌کنه. در نهایت شما تمام در واقع لایبرری هایی که دانلود می‌کنید تو نود ماژوله، نگاه کن تو اینجاست. من میام چیکار می‌کنم؟ ایمپورت می‌کنم توی کجا؟ توی ایندکس. مثلا اومدم بوت استرپ رو اینجا گذاشتم، ام دی بوت استرپ رو اینجا میذارم، مثلا تیلمین رو میام اینجا میذارم. میاد چیکار میکنه؟ میاد میبینه که خب من فردا ام پی ام ران بیلد که میذارم دیگه، میاد همه اینها رو توی نود ماژول برمیداره، میبینه من چیزایی که استفاده کردم و حالا ممکنه تو کامپوننت ها میام کلی میام لایبرری خارجی استفاده بکنم، صدا میذارم اینجا، مثلا ریاکت ریداکس رو میام صدا میزنم، ریاکت روتردام رو میام. نگاه میکنید شما چه کتابخونه‌ای استفاده کرده تو تمام این کامپوننت ها، چه سی اس اس اضافه کرده، همه رو میگیره از توی نود ماژول میشه بیرون، یه پک میکنه، پک رو بهت میده، نمیاد بره کدای اضافه در واقع برداره برات بیاره. این کدای اضافه رو که من نمیده، حالا کار بیت هم همینه، کار بیت هم دقیقاً به همین شکل هستش که میگه کدای اضافه، کدایی که شما تو ماژولا رو باید به این صورت گذاشتیش اینجا همه رو یه پک میکنه، اینجوری به تعبیر میده میگه باز رو هستم دیگه. تو درگیر این که بری آقا من برم از توی نود ماژول بردارم بیارم بیرون بذارم آدرس، نه همه اینو کار خودش انجام. خب من کامپوننت گذاشتم، من میام اینجا کامپوننتم رو دوباره پاک میکنم، عادته دیگه، عادت بدی هست و چون خب از صفرش کنم استلام. بریم یه مورد خیلی مهم رو دیگه از اینجا باید شروع بکنم، دیگه از اینجا درسمون واقعی تر بشه. و اپ و اپ دات جی اس. خب اس اف سی تو میزنین اپت و میام اینجا یه فرگمنت رو باز بسته میکنم تمامش. خب میخوام متغیر تعریف بکنم، یه رفتم تو فصل جدید، یه دفعه من 8 فصل هستم، جالبه. خب صفحه 54، آره از دانلود کردن جاوا اسکریپت اینا رو همه رو حساب کردم قیمت شد. جاوا اسکریپت در واقع توی جی اس ایکس یا اصطلاحا همون کامپوننت هایی که میخوام استفاده بکنم، شما میتونید متغیر در داخل کامپوننتاتون تعریف بکنید و صدا بزنید استفاده بکنید. ببینیم چه جوریه. هیچ کدوم تو هم نپرسیدید که تو چه جوری ایمیج رو صدا زدی. کسی پرسید اصلا از من؟ الان پرسید یار، نشون میده همه تو خواب کنید. خب چرا نپرسید مثلا تو چجوری اومدی توی ایمیج دستوری رو صدا زدی؟ چرا هیچ کدوم نگفته توی HTML تو چجوری داری جاواسکریپت استفاده میکنی؟ تو بریس باز و بسته من گفتم، ولی خب نپرسید آقا برای چی باید تو بریس باز و بسته باشه. توی جاواسکریپت شما بکتیک میذاشتی، اینجا اصلا بکتیکی وجود نداره. اگر بخوای توی HTML جاوا اسکریپت بنویسی توی ریاکت از بریس باز و بسته. حالا میخوام در مورد صحبت کنم. من میام اینجا یه متغیر درست میکنم، const first name مقدار تورج، const last name مقدار آرمین و const سلام father name مقدار علی و const age و و یه کانست مثلا ایمیل تیت و تیدات. خب من میام اینجا برمیگردم میگم اچ 3 مثلا و میام میگم فرست نه، میام اینجا دیگه من نمیدونم بکتیک بذارم دیگه. بریس باز و بسته یعنی اولا شما میخواید توی این محوطه که قرار گرفته اکسپرشن یا عبارت جاوا اسکریپتی بنویسید، بنویسم فرست نیم، حالا میام اینجا چند تا بنویسم لاست نیم اینجا هم می‌نویسم مثلا father name age و email، می‌نویسم last name father name
مسیج و ایمیل. خب حالا اگه بیاید اینجا تو این قسمت ببینید تو رجار مینالی 36 متی اتساتی دات کنم، اومد دونه دونه دیتا هایی که من این متغیر هایی که اینجا قرار دادم اومد دیتا هاش رو دونه دونه خوند و مقادیرش رو قرار داد. خب پس من اگر بخوام متغیر جاواسکریپتی در داخل کامپوننت هم تعریف بکنم، خب اولا که بیرون ریترنه، ریترن جایی هستش که مخصوص چی هستش؟ HTMLه. شما اینجا HTML می‌نویسی فقط مخصوص HTMLه. آقا من بیام اینجا دوست دارم وسط این جاوا اسکریپت درگم، نمیتونی دیگه اوج گیر نده، آقا من حتما باید بیام، نه من اینجا بخوام نه اینجا عبارت میتونی بذاری اکسپرشن یه اندی یه اوری در این نهایت چیزایی که حالا بعداً با هم صحبت می‌کنیم میتونی قرار بدی، بیرونش میتونی متغیر بذاری، میتونی تابع تعریف کنی. حالا من میتونم توی این تابع دوباره تابع تعریف کنم، با هم تعریف کنم، آن کلیک داریم، آن دابل کلیک داریم، موس فلان مثلا همینا میتونی توش قرار بدی. متغیر میتونی تعریف کنی، میتونی یوزر هوکات رو قرار بدی، میتونی ای پی آی هات رو صدا بزنی، همه اینا هستش. میتونم به این شکل صدا بزنم. و اما ایمیجت رو برای چی من در واقع اومدم قرار دادم؟ ببینید شما میتونید دستورات تک خطی رو تو اینجا قرار بدی. حالا مثلا من آی ام جی که قرار دادم، اومدم نوشتم ایمیج و اومدم حالا دوست خوبم کریم که من بستم ایمیج دوباره گیم یه سریش نکرده یارم پاکش کنم یه دقیقه بیاریمش. یعنی در تمام جیسی که مربوط به یه سیکشن میشه ما میتونیم تو همونجا تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایونت دیزاینری که مثلا قرار تعریف بکنیم مربوط به تیکه هست میتونیم پایین تر هم بندازیم، میتونیم از پایین بیاریم بالا، ولی از بالا به پایین. آره تزریق به این صورت میام تو مایب میرسیم بهشون در مورد صحبت میام اینجا یه ایمیجز قرار میدم و حالا هم باز مقدار وار و هم میتونم بیام اینجا به طور مثال همون کلاس ایمیج بلاید رو قرار بدید و خب نگاه کن این دیگه ما نمیتونیم بیام آدرس ریلیتیو بدیم، میگه آقای شما میتونید دستور ریکوایر استفاده کنید که دیگه تابع است. بیا اینجا بگی ایمیجز و وار مثلا قرار بده، بیا اینجا به این شکل قرار بگیره، خودش رو اومد مقدار در واقع ریسپانسیو شد. درستم؟ هم آدرس دهی داره میکنه، آدرس دهی میکنه. آره بعد نکته بسیار مهم ببین، خب هر اتریبیوتی، حالا اینا بعدا درس میدن ولی بدونید هر اتریبیوتی در داخل هر تگ صدا بزنید خودش به ریس بازو بسته داره میذاره، یعنی معتقده که تو میخوای از بیرون یه متغیر تعریف بکنی بهش پاس بدی. نه خب ویتسی که من میذارم ببین هایتی که میذارم این منتظر فکر میکنه تو میخوای از بیرون متغیر بهش پاس بدی، نمیخوام بدم مقدار بنویسی. اوکی میخوام مقدار بنویسی این HTML روش برخورد بکنه بهش. اگر خواستی مثل HTML برخورد بکنی تو دابل کوتیشن، اگر خواستی متغیری بدی به ریس بازو بسته. خب حالا من اینجا ریکوایر گذاشتم، اگه یادتون باشه اومدم گفتم آقا به دو مدل میشه استفاده کرد، کسی معمول ریکوایر نمیسه این مدل نمیسه، میام نمیسن ایمپورت مثلا ایمیج فرام دو نقطه میزنی دو نقطه میزنی یا اینجا توی ایمیجز و اسم میدی از روش یه الیاس ساختم یه اسم مستعار ایمیج و به این شکل میاد آب خوردن کارش رو انجام میده. سوال در مورد این قسمت، پس اگر من توی این در واقع تو فیلم قبلی اومدم به این صورت یه ایمیج گذاشتم ریکوایر گذاشتم، در واقع ما میخوایم جاوا اسکریپت بنویسیم و متغیر تعریف بکنیم، میخوام صدا بزنم به این شکل اومدم صدا زدم. سوال دارم بپرسم کلا تو ریاکت من دنبال کارهای عجیب و غریب نیستم، همه دیتا ها داره از سمت دیتابیس میاد، اسما فیچر ها مشخصه، میذارم کانست باشه، کانست یعنی ثابت باشه. حالا دوست داری لت بزن اصلا به هم ربطی ندارم، اصلا به هم ربطی ندارم. آره اسکوپشون کارشون اصلا کلا فهم. خب بریم با
باشه، ورقش برای جلسه خسته نباشه.